بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من غزة العزة، من أرض الفداء والثبات، من أرض الصبر والاحتساب والرضا بما قسم الله عز وجل. میگه سرزمین عزت از غزه هستم و راضی هستیم به تقدیر خداوند. نبرقو به هذه الرسائل و نرسل هذه المسلمين لا ندري لعلنا نلقاهم بعد عهدنا هذا. ما این نامه را برای مسلمانان میفرستیم، نمیدانم که آیا بعد شما را میبینیم یا نه. فنسأل الله ان تكون هذه الكلمات حجتنا لا علينا. از خداوند میخوام که این کلمات بر ما حجت باشه، بر علیه ما نباشه. أما الرسالة الأولى فنقول للمسلمين إننا موحدون مسلمون. ما بمسلمانون ميقم كما مسلمان موحد هستيم. أزير أنفاق بود باشي هرفا. فراضون بما قسم الله عز وجل لا نعترض ولا نقبل. أنشرا خدا وقسمة ما كرده ما راضي هستيم، اعتراض نداريم، اعتراض نداريم. ما ليس موحد الله. وما يقين داريم كنصرات وبيروزي نزيك حيث لا نحتسب. قال الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسكتم البأساء والضراء وزلزلوا. آية قرآن ميخون آية ك حسبتم تدخل الجنة و آیا گمان میکنید شما وارد بهشت میشید بدون ابتلا، بدون امتحان و پیشینیان ابتلا شدند تا حدی که به زلزله افتادند؟ این شما میگه که به خدا قسم که زیر پای ما الان زلزله هست، یعنی از بس که بمب داره میریزه. اونقدر به زلزله افتادند که حتی رسول و رسولان و مؤمنانشون میگفتند که نصرت خداوند کیه. خداوند در جوابشون میفرمود که الا ان نصر الله قریب، نصرت خداوند نزدیکه. یعنی که نصرت و یاری دست خداوند، دست دیگران نیست، دست خود رسولان هم نیست. نصر الله الا ان نصر الله قریب ونحن الله قد مسنا البأساء والضراء. ما دچار ضرر و دوچار سختی و شدت هستیم به خدا قسم، لیکن و اصابنا زلزله فی قلوبنا و فی نفوسنا و در قلوبمون و در نفوسمون همچنان که قرآن میگوید زلزله افتاده. ولكننا لم نقنط من رحمت ربنا، لیکن از رحمت خدا ناامید نمیشویم. قال الله لا تیأس من روح الله، خداوند فرموده که از رحمت خدا ناامید نشوید. لم نیأس، ما هم ناامید نیستیم. من سبق الحر الى ربه نحسبه الشهداء، هر کسی از ما سبقت گرفته و رفته پیش خداوند گمان میکنیم گمان ما بر اینه که اونا شهیدان هستند. و من بقی ينتظر فرجا قریبا، و اون که باقی مونده منتظر فرج نزدیکه. و ما ذلك على الله بعزیز، و هیچ چیز از خداوند بعید نیست. اما رساله ثانیه انت يم، اما نامه دوم، پیام دوم من، یا من تسمعنی، ای کسی که داری الان منو میشنوید، تستطيع ان تنصرنا ولو بالدعاء، شما میتونید برای ما دعا، برای ما کمک ما باشید حتی به دعا کردن. فدعاء سلاح مؤمن، دعا سلاح مؤمنه. لا تستهينوا فيه، اینو سبک نشمارید. ان كنت غير قادر ان تقدم شيئا كبيرا، اگر شما نمیتونید چیز بزرگی تقدیم کنید، يعذرك الله به يوم القيامه، خداوند شما رو معذور میدونه در روز قیامت. فليس اقل من الدعاء، ولكن کمتر از دعا چیزی نباشه. اجمعوا اطفالكم حولكم وادعوا لنا، اطفالتون رو بچهاتون رو در گردتون جمع کنید و برای ما دعا کنید. ادعونا فی سجودكم، در سجده ها برای ما دعا کنید. تصدقوا و ادعوا، قدموا بین یدی الله و ادعوا، صدقه بدید در راه خدا و دعا کنید. ادعوا لنا فإننا بأمس الحاجة للدعاء، ما به شدت نیاز به دعا داریم. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يشد فيه الكرب يرفع يديه إلى الله ويدعو. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که شدت به شدت می افتاد دست به سوی خدا بلند میکرد و دعا میکرد و یدعو و هو ممکن بالاجابه، و ایم اطمینان به جواب داشت، اطمینان به اجابت داشت. الثالثه، پیام سوم،
أريدكم أيها المسلمين، يا من تسمعون هذا المقطع، أوصلوا أصواتنا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. از شما میخوام مسلمانان که کلیپو میشنوید صدای ما را به مسلمانان در مشرق و مغرب زمین برسانید. ما زال فی امت نیام، هنوز در امت افرادی هستند که خوابند. ينتظرون الابابيل تاتي، فکر میکنند که منتظر ابابیلند که بیان. ابابیل ها، پرنده های ابابیل بیان، میگه ما رو سنگ باران میکنند. لقد هتنا وقد هتتم بالحجارة ولا حول، شاد ما وشما رب سنگ باران کن، لولا قوة إلا بالله. انشروا ما يجري عندنا، آن چه که پیش ما رخ میده اینو منتشر کنید، نه اینکه ازشون اظهار براءت کنید مثل بعضی تلویزیون ها. انشروا اخبارنا، اخبار ما رو منتشر کنید، صور اطفالنا، کلیپ ها و تصویر های بچه های ما رو نشون میدید، مقاطع التي تخرج، هذه الأنقاض التي أصبحت في كل مكان، این ویرانی هایی که در همه جا رخ داده اینها رو نشون میدید. فلا مكان آمن في غزة، هیچ جایی در غزه امنیت نیست. بنایات، مربعات سکنیه سقطت على رؤوس ساکنیها، ساختمان ها، مربع های مسکونی بر سر خانه ساکنانشون خراب شده، خراب کردن با یعنی دون حتی سابق بار، بدونی که قبلا خبر بدن حتی. و اوناس من اخواننا احبابنا قد تم شطبهم من سجید المدن، افرادی از دوستان ما، از محبوبان ما طور کلی اسمشون از ثبت احوال برداشته شده. في عائلة واحدة 100 شهيد، در یک خانواده 100 شهید، بیشتر عائلة 50 و في عائلة 40، عائلة خانواده دیگه 50، خانواده دیگه 40، ومنهم من ينتظر الله، و کسانی هستن که باز هم منتظرن. لا نقول هذا الكلام إلا لعلكم تجدون عذرا غدا يوم القيامة، اینو ما نمیگیم این سخنو، شاید شما عذری داشته باشید روز قیامت. تجدون عذرا بین یدی الله، سیسألكم الله ماذا قدمتم للمسلمين، خداوند از شما سوال میکنه که بر مسلمانان چه چیزی تقدیم کردی؟ هل الدعوات تحتاج الى حدود وصول؟ آیا دعا کردن هم نیاز به مرز و حد و مرز داره؟ هل خروجكم في الشوارع تنادوا الناس وترفعوا اصواتكم؟ اینکه در خیابون ظاهر بشید مثل تظاهرات و هر صداتون رو بلند کنید، این مشکلی هست، یعنی مشکلی داره؟ تذکر الاخرین و هم نیام، دیگرانی رو که خوابند بیدارشون کنید. علی الاقل تعذروا امام الله عزیز، اقل حد اقل پیش خداوند عذری داشته باشید. و جل سبحانه تعالی والله الذی لا اله غیره ان هذه محن سنقلب الى منح، به خدا قسم که این مهنت ها به نعمت ها مبدل خواهد شد. وما بعد هذه البلايا الا عطايا، بعد از این مصیبت ها نعمت ها خواهد بود. و سيبزغ الفجر، و فجر طلوع خواهد کرد. ما هذا الظلام فقد اشتدت وطال ليل الظالمين، شب ظالمان طولانی شده. وقد تأذن الله سبحانه وتعالى ان ينصر عباده، و خداوند وعده داده که بندگانش را نصرت بده، پیروزی بده. ولو بعد حين، اگرچه بعد از مدتی هم باشه. والله لقد مات في هذه الأحداث خيارنا، بهترین های ما در این حوادث جان به جان آفرین تسلیم کردند. سبحان الله، في كل عائلة يرحل خيرة أفراد هذه العائلة، در هر خانواده بهتریناشون رحلت کردند، خوششون و این اختیار و گزینش از طرف خداونده. والحمد لله رب العالمين، لا أذن أطيل عليكم، أحبكم في الله، أوصلوا رسالتنا، پیام های ما رو به دیگران برسونید. خداوند فرجی بر همه شما بیاره.